سلام و صد سلام به برابکس یوتیوب، همون یوتیوب با شروع سوبر دیگه در خدمت شما هستم از چنل سفیخس با یه مسابقه رویایی با داداشام. خب این مسابقه تایتلش هست کی از همه ایرانی تره بچه. یعنی چی؟ یعنی یه سری تست داریم، تست ایرانی بودن، همینجوری که میبینید چای دو غزال رو داریم، شیرینی رو داریم، یه سری تستایی که طراحی شده برای بچه ها راجع به فرهنگ ایرانی و حرکاتی که هست. حالا میتونم یه سری از تستا رو بهتون بگم. پرتاب بامیه داریم، شمارش نقل، انتخاب هندونه و تستایی که ایرانی بودن رو ثابت میکنه. با شرکت کننده ها میخوایم آشنا بشیم. از سمت چپ امیرحسین هستم از تورنتو. خب امیرحسین جون، شما چقدر ایرانی هستی فکر میکنی؟ نمیدونم، آخرش معلوم میشه. امیر حسین شکست نفسی میکنه، یکی از ایرانی ترین هاست، فقط کباب میخوره میره سر راه. خوبیده زیاد. خوبیده زیاد. اینا بله. برزیلی تو چقدر ایرانی؟ برزیلی از 10 تا 15 تا ایرانیه. فکر میکنی؟ یعنی 100 درصد برنده این بازی معرفی. تو فکر میکنی تو پرتاب بامیه بهتر باشی یا تو انتخاب هندونه؟ 100 انتخاب هندونه. یه سری هم سواله، مثلا 4 تا زنگ داره، زنگ میزنی باید سوال جواب بدی راجع به فرهنگ زنگ ایران. فیزیکیش هم هست. زنگ هزینه کرد، هزینه کردی سوتونم همین دیگه. لوح صد کارتو میبری داداشت هنوز رو آقای محمد هستم دیگه. چجوری خودم باید چیز کنی؟ به اون دوربین محمد هستم از ونکوور، یکی از رفیقای سیویل سپر که سالهای سال سیویل قدیمی بعد به خاطر نیمفست چون پرسپولیسیه گفتیم استقلالی ها رو پوشیدی یه ذره امتیاز کم میشه، برای همین قهرمان بازی هستی. من در بین همه استقلالی هستم. پرسپولیسی که 11 تا بازیکن پرسپولیس نمیشناسه الان. میشناسه. ببین یه حرف قشنگه، مهم نیست چند نفر رو چند تا بازیکن رو میشناسیم، اونی که چند تا بازیکن تو رو میشناسن. خب بچه ها با همین صحبت سمه بزی میرم به سمت مسابقه اول. بچه ها نقل یکی از مهمترین قسمت های فرهنگ ایرانیه. شما در مهمونی ها و پارتی ها که میرین نقل های مشتی هم الان بخوریم اینا رو دست میکنی خوش سایزه. نقل رو میکشی بیرون، درسته؟ میکشی به پوست. حالا میخوام بگم کدومتون بیشتر از همه ایرانیه و تعداد این نقل رو با یه نگاه سرسری دیگه داداش میشماری، تو یه بارم دزدی کردی. یه هر کی که تعداد نقل رو درست‌تر حدس بزنه 10 امتیاز میگیره. آفرین، نزدیکتر. 10 امتیاز میگیره و اول شروع میکنه تو مرحله انتخاب هندونه که خیلی کمک میکنه. من 37 انتخاب کنم. 37 عددیه که بچه شما فکر میکنین چند تا نقل معلومه؟ من اصلا نمیبینم. بذار کارگردان کار بیاد یه ذره نمور بگیره. این نقل هست. من میشه ببینم. نقل ببینی. 33 تا. 33، 37، 39 تا. 39 تا. بچه‌ها 50 عدد نقل بود به زیله 10 امتیاز میره با 11 تا. ببین برنده این بازی 100 درصد به زیله رقیبا هم خیلی رقیبای آسونی ان، آقای محمد و آقای امیرحسین. آخرش معلوم میشه. اینم بگم حوزه مسپرژن 1000 دلار جایزه داره، کسی که از همه ایرانی تره بنده 1000 دلار میشه. ولی ما 1000 دلار نمیبینیم. دزدی. 1000 دلار ازت میگیرم. میکشی تو که میکشی، من میشناسم. میخواد چند میکروفون جدید بخره. سه تا پادکست میشه هر کدوم 2 کی میارزه. اینا رو ماشاءالله. میریم برای بخش انتخاب هندونه که ایرانی ترین شخصو مشخص کنه. برمیگردم. تیک فاست. یاس. برای اینکه تو این مرحله باید هندونتون رو انتخاب کنی. بزیدی چون تو برنده مرحله قبل بودی. قرمزترین رو میخوای برات در بیارم، سرخ بکشی بیرون. به یه پنل انتخاب هم خودمونیم دیگه، فقط باید نامردی نکنین. ببین خب حاجی، اون بزرگه 100 درصد احساس میکنم که سرخی خاصی داره توش. بچه ها ستونام استقلالی هم میخواهی یه قرمز بکشم که شک ندارم بزرگه رو میخواهی انتخاب کارشون انجام شد. یه دونه فقط میتونم یا دوتا. بزرگه هندونه سوپر ایرانیه.
یعنی ممکنه من یه نظر میتونم بدم. ممکنه ژنتیک انجینیر عالی آهنی و حلق چیز نمیدونم. من یه نظر میتونم بدم یا نه؟ به نظرم برای اینکه فر باشه بازی، عدالت برقرار شده باشه، اون بزرگر رو از بازی بزنیم بیرون و بین اینا باشه. قبوله اون بزرگه فقط برای روح کار باشه. من این عدالت بازی دوست دارم با اینکه اول اگه البته شرکت کننده دیگه هم منم قبوله. خب شما به راجع به تمونه یه بازنده انتخاب هندونه صحبت کن. چه فاکتورایی بعد تلق تلوق یادم میاد اونجا که میدونستم بعد صدا میداد میزدی صدا. خب چه صدایی؟ صدا مثلا کله خشی که میزنی صدا تخ صدا مثلا بزنی مثلا صدای بینامانی به یاد مثلا آهنگ فنومانی چی بود؟ نه در کونش باید بزنی شما بعد جا میزنی این زارت باید بزنی یکم زیر کون باید بزنی یه چیز داره یه چاک داره زیر کون یکم دیمانیتایز نشیم باید نه چاک دیگه اوکی ببین آها آقا پس شروع کنی انتخاب کردن هرکی این چاکش قوی نیست بزی اول من خودتو هر دو بعد بازیش نکنی اون دیگه جنرالی نداره این قویه صدا چیه؟ لاچاکو بابا تو بجا میزنی آها این کارو بزیله و اینونه بزیله خوب میزنی شد جوانی زدنش رو بگیر بزن جونم بکن لاچاکو باید بزنی داداشت اینو برمیده یه بوست هم باید بذاری بکن من اینو برمیدم چون زر خسته است اما این چاقو خورده سوتونم خواه دیگه این نشون اینو واکنی یه ذره مجرد زرده توش داده انتخاب میکنن هندوناشونو حالا فکر میکنید هندونه ایرانیه بهتر از اینا باشه یا سفیدتر؟ اونم 100 درصد چون ما خیلی ایرانیم این بهتره. اینا هم مکزیکی زده. ایرانی از ایرانی گرفتیم. آقا ما رفتیم در حقیقت راستش رو بگیم. قرار بود 9 تا اینا بگیریم براتون. ولی سوپر ایرانی ها همه هندوناشون تمام شده بود. مکزیکی رو کردی فقط برای از اینا براتون رو کردیم. ولی ایرانی ها چه پرفورمنسی داره؟ اما این 100 درصد داره. داشتم که اینو برمی‌داره. خب هندوناتو لطفا به کامرا نشون بده و بگو چرا این هندونا رو انتخاب کردی. این دیگه فیلینگشو گرفتم دیگه. بذارم روخش هم خوش بذار بچه سه بزیر روش بگیرم آها لچک آره اونم قویه لچک بکن لچک لچکیز تو سکی بری گاد قویه think fast مرحله هندونه بچه ها مرحله هندونه 20 امتیاز داره الان بزیر در امتیاز داره شما همه صفر امتیاز این ها بده بهترین هندونه مادر اجده ها سلام بچه ها دارن هندونه انتخاب میکنن چاقو رو بر بیار یارو بیار بزنیم خوشنمونه این مال شما بله. همه هندوناشو انتخاب کردن بله. خب از مادر اجدها خواهش می‌کنم یه چاقو بیاره و خود مادر اجدها هم میتونه هندوناها رو قضاوت کنه که اگه بخواد آقا بریم آره هندونه شما رو بیا ولی هندونه واسخانه ببینیم چیکار می‌کنی آقا اون ور بیا می‌خواد که عمل دیگه نشه بره داداش نره برو به به چه صدایی داره چه صدایی داره وای وای شات بگیرم اینجا نشون میده پرسپولیسی واقعی هستی این آقا این کاره نیست این کاره دیله یا واو یا خدا روح استقلالیه یا خدا خدایی قوی نیست ولی خدایی اونو بردار اونو بردار چاقو دو بردار هندونه وزی رو به کامراها نشون بدیم بچه ها یا خدا هندونه وزی از نظر رنگ قرمزتر از هر قرمزی یا خدا از نظر رنگ خیلی به اصطلاح برم شطوری کم شطوری کم شطوری یعنی چی؟ دور شطوری یعنی برم شطوری واقعا کمه چه بویی میده بی ناموس برو داداش بهش میگفت اینجا رو بخوری کچل میشی من فکر کنم واسه این کچل شد زیاد اونو خوردی خیلی خوب همون کمک بچه کن بره من فکر کنم بزیل آقا هندونه ببری چه مرد ایرانی قلب سیاتی بره ولی او 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 رو چی شد چی شد چی شد اتفاقا قشنگ رفت تو همون خیلی بعدی بزن منم ازت فیلم بگیرم سر بدخارو اینجوری آدم میبره بچا دارم از همه نزدیک میگیرم که قرمزی ها رو بریم آقا وای سر بدخواد تو میداریم روخم آقا ببردی که چرا اینجوری هندونه میبری آقا بذار بابا دونه سکس کرد پشمی مردم قو درست میکنم قو برای دلا میزنم پشمی میزنم قو میزنم یه ندازی قرمز سر از اون منه سر در سر قرمز سر بذار بینم مقایسه کنی مقایسه کنی بیا دست خودم آره آره مال امیر حسین برنده میشه ببینم بزیله فعلا میذاره تو جیبش من فکر کنم نزدیکه نه نه قرمز سره قرمز سره بچه شما بگید کدوم قرمز سره بزیله به خاطر اون سه و دو چیز نکنید تو شکنید قبوله قبوله امید آخر آقا 20 امتیاز اینجاست انگشتو بپو اون که زرده نگاه خیلی سفیده خب من توضیح بده به اون کامرا که چرا اینقدر هندونه زیاد تیس هندونه رو بگی ما گفتیم این از همه شکلش
خوشگل‌تره، فرق داره. خیلی ضعیفم. اینجاش هم نگاه کن. تا حالا این کارو نکردن ستونا. از اینم بزن. تورده. اگه تورده مالی، چی از این کارو باید بلد باش به سر خانواده. مرد ایرانی. مسابقه مرد ایرانیه. فعلا امیرحسین با 20 امتیاز، همونجوری که من پیش بینی کردم. چون آره. در رتبه اول قرار داره، محمد 0 امتیاز، بهزاد 10 امتیاز. همین جاده. مادر اجدها. مادر اجدها بی امتحان. مادر اجدها. هنوز جا هستش بس. مرحله بعد پرتاب بامیان. از کجا کجا؟ آقا مرحله بعد کارگردان این برنامه. آقا مرحله بعد فزیلی پرتاب بامیان است. نوش نوش بزن. مرحله بعد بچا پرتاب بامیان است که قراره. بامیه یکی از مهمترین دسرای ایرانه. و ما بامیه اگه دقت کنی سفتی خاصی برای پرش داره. یه مرد ایرانی باید بتونه بامیه رو فاصله پرت بکنه روی کجا؟ لیوان. حالا اتفاقی که میفته ما با فاصله بامیه رو پرت خواهیم کرد به سمت یک لیوانی که خواهیم گذاشت، بامیه رو میاریم، 30 امتیاز پرتاب بامیه داره. امتیازش زیاده. و بعد میریم توی اطلاعات عمومی راجع به ایران. یه سوال دارم. حالا هر نفر چند تا چیز داره؟ چند تا بامیه داره؟ 3 تا؟ ببین من احساس میکنم 3 تا بسته دیگه. اوکی، نفر 3 تا. اگه ولی... هیچکی اندازه چی؟ هیچکی اندازه چی اون امتیاز نمیگیره. فاصله از کجاست کجاست؟ من بکنیم اونجا دیگه. آها اوکی. حدود 9 متر و 15 سانتی. یعنی کاملا حیف میشن نمیشه خورد بامیه رو. متاسفانه بامیه هدر میشه در این. من نمیتونم همین لحظه کشاتو بکنم بازی خارجم بمونه برنده تا این لحظه. نه نمیشه. نمیشه. خب پس شاپسی بیاره که کوتا میگیریم میایم برای محله بعد پرتاب بامیه. هندونه بست. هندونه مریض. بچا هر شرکت کننده 3 تا بامیه داشت برای قسمت پرتاب بامیه. همینجوری که ملاحظه می‌کنیم یکی از شرکت کننده ها یه بامیه رو مصرف کرده و الان ما مجبوریم که یه کار انضباطی بکنیم و به یه شرکت کننده 2 تا بامیه برای پرتاب بدیم. ولی برای اینکه خیلی مهربونیم یه بامیه رو ریسایکل می‌کنیم. بعد پرتاب بامیه سختیش اینه که این کثافت میزنه به زمین اگه اشتباه بده. من اعتراض دارم، میشه پشتش پشت. آره خواهش میکنم. این بازیکنی که بامیه رو خورد امتیاز منفی نباید بگیره. چی بود آخه؟ گفتم که خودت بودی. مثلا کار امیرحسین. کار امیرحسین بود. بامیه حالا خوب بود، بس بود. خب انیویز این بامیه ای بود که چیز شد. بچه ها شروع میکنیم با مسابقه پرتاب بامیه. این چای دو غزال هست. مرسی از اسپانسرمون الکی. فاکینگ حاجی باید اینو یه دونه بامیه رو من به شرکت کننده عزیزم میدم و شرکت کننده عزیز سعی میکنه که بامیه رو پرتاب کنه. من یه ذره برات میخوام، هم میخوام عقب تر بمونم. میتونی وایسیم یا بعد بشینی؟ میتونی وایسی. آره وایسی. نه بعد بشینی دیگه. بعد بشینی. این مرتا. آره اوکی راست. خوب الان وایس وایس. بذار من که باز زدن سوت من معلومه. با زدن سوت من استارت کن. صحنه واسه این بامیه رو اینجا خب میچسته به دسته دست باید که پرتاب بامیه بسیار ورزش سختیه. بامیه دوم صحنه واسه رو خواهشان پخش کنیم. بامیه رو ریسایکل میکنیم تا بتونیم از بامیه های کمتر استفاده میکنیم. نه نه با از خط اومدی جلو. بامیه به لنز برخورد میکنه. خب سه تا پرتاب تموم شد. متاسفم. گود لاک. گود لاک گایز. بسیار سخت. بسیار سخت. سی امتیاز داره بچه ها. مرحله پرتاب بامیه فیزیکی رو داریم. چند تا دونه داریم؟ آجی راست میگه میچسبه. آره داداش. سخت دیگه پرتاب. خنده پشت صحنه رو نکنید. خودتون برو با توف بزنی. نازا زیر دم فزیله عالی میندازه. خواهش میکنم بامیه بعدی زیر دست ورزش زیبای پرتاب بامیه المپیک باید باشه. خدا این ورزش ریسایکل میشه بامیه. خیلی سخته آجی. نمیشه اصلا. لیس بزن یه پرتاب دیگه داریم. پرتاب بامیه هست. داداش لبران جیمز میگه آماده یا نه؟ لبران پین. اوه وا That was close. وا یه چای دیگه نمیتونم. یکی دیگه بزن به همه. چرا به تو هم میدم. دوباره یه چای دیگه.
به خاطر سه و دو که نباشه بزی آپر هم باره سه و دو شو این بیرو آتره زیر دستی خیلی بالایی مسابقات پرتوب بامیه خب شکر کنید بعدی رو داریم امیر حسین از تورنتو پاشم بشینید بیسایکل میکنی؟ پاشم بشینید نوچوفسکوی پرت کنه برره این پرت بزی بامیت رو نفتی نمی کنی؟ خیلی ضعیف و خواهشان سرنوستش رو نشون ندید او چقدر حال میده این ورزش المپیک خدایی صرف خودت هم یکی یاد بنداری ستونم آقا خودم یاد رو مندازم چهارمی من چی شد؟ میرینم خب چهارمی شو بهش بدیم بچه با میگه ها ریسایکل میشم بیچاره زمینه چقدر کثافت زمین اصلا این چسبندگی بامیه خیلی مسابقه رو باید کرد یه اینم بنده خواهش میکنم چهارمیه بندازی بامیه نمیشه بایستاده کسی هیچی نتونه کسی میخواد دیگه چرای کنه تکتوس 300 بارم بندازی It's impossible کسافت شد دیگه به بامیه آره ما بازی بامیه رو هیچکی نبرد به خاطر سخت بودن و چسبندگی بامیه ها حالا توی برنامه بعدی ان شاءالله پرتاب زولبیا در کوش میام ولی مرحله بعد راجع به دانستنی ها و اطلاعات راجع به فرهنگ ایرانیه سوالام سوبر نیست که مثلا پایتخت هرمزگان کجاست سوال بسیار سخته برمیگردیم زنگای شرکت کننده ها رو میذاریم و با مرحله آخر در خدمتتون هستیم خب برابکس اول امتیازها رو مرور میکنیم محمد با 0 امتیاز هنوز شانس داری شما با 20 امتیاز و وزی با 10 امتیاز این بده کاری که ما میتونیم بکنیم در این مرحله اینه که امتیاز بچه ها رو بیاریم بالا 40 امتیاز برای گرفته شدن داریم 40 امتیاز برای به دست آوردن هست 8 سوال داریم هر کدوم 5 امتیاز بچه ها زنگ جلوشون هست صدای زنگ و صدای قبل از اینکه بریم برای سوالا سوالا راجع به فرهنگ ایران در حد میشه خدا بیامرز نوذری سوبر دارم اجرا میکنم ولی قبل از اینکه سوالا رو جواب بدم یه دونه عینا انتخاب میکنن یکی از مهارت‌های یه مرد ایرانی انتخاب شیرینی کیش میشه پرکیش میشه تعداد کیش میشه آخر به امتیازتون اضافه میشه اوکی. یعنی ممکنه با همین این بتونید رقیبتون رو شکست بدید هر کدوم لطفاً یه دونه شیرینی کیش میشی بذار بزرگه شاید بیشتر چیز بشه دیگه اینو لطفاً هر کدومتون یه دونه شیرینی کیش میشی گشت ها پر کیش میش بردارین نخورید شا خب خواهشان شیرینی اون برد دیگه شیرینیاتو خواهشان بذارین بعد تیز و بز باشه بعد از اینکه سوالا رو امتیاز هر سوال 5 امتیازه و بعدش هم تعداد کیش میشا به امتیازشون در آخر اضافه خواهد شد و برنده برنده $1000 میشه دوزی نیست خب آماده این شرکت کننده ها بله سوال اول راجع به غذاهای ایرانیه یک حکایت میخونم بنابراین حکایت حواس یکی از طباخان درباری هنگام پختن چلو مرغ پرت میشود و چلوی شفته شده تهدید میبندد طباخ از ترس جانش از زعفران کمک میگیرد و مرغ غذا را همراه با ماست و تخم مرغ به چلوی ته گرفته اضافه می کنند. به این ترتیب نه تنها جان طباخ در امان می ماند بلکه اولین چه غذایی اختراع می شود؟ تحچین مرغ؟ تحچین؟ 5 امتیاز امیر آقا این خیلی چیت کرده این طبعه آقا جمعه باختش باش به ازاد شاید به فناش بگیم میام بینام شاید دوستان کمکش کنن در ایرانی 5 امتیاز می گیره؟ طبق پیشبینی ها بسیار مرد ایرانیه سال دوممون هم راجع به غذا هست زود تو سری 5 نوع تعدیق و نام ببریم تعدیق مرغ تعدیق قرمه سبزی تعدیق ماکارونی تعدیق قیمه تعدیق عدس پلو خیلی از تحچین بار تورنتو این هزار دلار من الان 500 شو میدم برنده اعلام ایشون خیلی سریع هم زنگ میزنه آره بچا بسی از اتاق فرمان تعدیق عدس پلو نداری عدس پلو نداری در چیز ما نیست خب شما هم میتونی 5 تا رو تعدیق کاهو تعدیق ماکارونی خب تعدیق کاهو بود تعدیق کاهو توی انسرامون هست اتفاقا تعدیق نونی خب درسته تعدیق رگولار برنج با یکی دیگه تعدیق یکی دیگه بگو اگو
دیگه چه تدیگی داری؟ تدیگه فاکه توپ فوتبال، تدیگه سیب زمینی، تدیگه سیب زمینی. شما یه ذری چیزات قبول نمیشه. به شما یک امتیاز سلام میگیره. شما هر کدومتون شما سه امتیاز میگیری، شما دو امتیاز. چرا؟ دیگه حالا اینکه چهار تا گفت. خب منم گفتم. تو تدیگه عدس پلو قیمه چی نداره؟ آره با تدیگه تدیگه قیمه خورشت قیمه رو می‌ریزی رو چاقا رستوران خیلی باحاله. دیگه تدیگه چی مونده؟ خود تدیگ من. چه تدیگه دیگه؟ خودت می‌دونی تدیگ چی هست؟ ببینید براتون می‌خونم پاسخ‌هایی که داشتیم در این تدیگه برنج، تدیگه نان، تدیگه سیب زمینی، تدیگه تچین، تدیگه برگمو، تدیگه کاهو، تدیگه ماکارونی، تدیگه پیاز فکر کنم خیلی چنده. تدیگه تره فرنگی، تدیگه املت، تدیگه سبز، تدیگه باقالی. تدیگه عدس پلو رو تو این 8 تا ما ندیدیم. هر وجتبلی هم گیمر که داشتی. شما 6 امتیاز داری مرحله دوم، شما 3 امتیاز داری، شما 2 امتیاز داری. اشکال نداره. خب. میریم برای سوال بعدی. بچه دستور رو زنگ. پشمک سوقات چه استانی است؟ نه میتونم بگم. نمیتونی آره؟ آره. پشمک سوقات اصفهان. اشتباه. شما من میتونین بگین اگه یز 5 امتیاز. این چه ایرانیه؟ 5 امتیاز. جایزه رو بدین بهش بره این مرد. ولی 1000 دلار به نظر دزدی. امکان دزدی زیاده. 10. چون 10 امتیاز داداش کف تهران که فقط پارتی نمیده. چرا سوال اسپانیایی نپرسی؟ گز و پولکی و اینا. اونم که داداش هم اسپانیایی. برو بگو. گز و پولکی رو بگو. خب. طولانی ترین کباب کوبیده جهان در بوجو. در بوجو. چند متر بود؟ 8 متر و 50 نه گزینه ایه دیگه نمیخوای دقیق بگی 27 متر 72 متر 10 متر 50 متر آقا یه چیز یه اعتراض این نمیتونه قرار از اینکه سوال تموم شه بود راست بود بزنی راست باشه نه ولی چون تیک آبی داره این بار خب چون سلبریتی گزینه ها رو میگی بهم 27 متر 72 متر 10 متر 50 متر 50 متر اشتباه 72 متر آقا دیگه نمیدونی که سه تا بازی خونده آجی 72 متر که میشه چیز که میشه قد یه خونه من آره خیلی درازه سیبیلا وایسادن اینجوری میکنن خیلی آره 72 متر ویدیوشو سجاد بذار از بجنور سیبیلا دارن اینجوری کباب سجیجی به عشق مادر در روز مادر آمدیم طولانی تر کباب دنیا رو بپزیم اینجا از صبح اومدیم اینجا منقل آماده کردیم و آتیش مشغولیم که به امید خدا کباب رو بپزیم دیگه از دیشب که ما نخوابیدیم کلن گوشت رو چرخ کردیم و این کباب کوبیده با وزن 150 کیلوگرم این کباب هر چقدرم که خوشمزه باشه به غذای مادر نمیرسه غذای مادر یه چیز دیگه زود تو سری سه فیلم از جواد عزتی نام ببرید یه فیلم از جواد عزتی نام ببرید چیزی دیگه همین تازگی بازی کرده بود دیگه این که سوبرترین حرفه که هیچ کس نمیتونه جواد عزتی وایسا یه دونه بود با زخم کاری خب فامیلش همتون ضعیف عمل کردید آقا این سوال برای محمد خیلی خوبه که فوتبالیه تو هم فوتبالی بذار تو بشینم گلی که خداداد عزیزی به استرالیا زد چه دقیقه بود؟ در چه دقیقه بود؟ 92 92 اشتباه 93 نه چیز داره در آپشن داره 79 89 69 59 89 در دقیقه 79 زده میشه و 10 دقیقه ایران 10 دقیقه مونده بود خونش پاره میشه که دو بود بازی عجب بازی ولی تو اون بازی گل کریم باقری خیلی قشنگ خداداد دوباره پیکاپ کرد ولی تو برنامه 11 آفساید برنامه 11 سوال بعدیمون آفساید بود نه بابا پشت شما نه آفساید پاس خداداد همه چی دزدی بوده پس حقیقتی رو بهتون بگم بعدی هم سوالش فوتبالیه برو. این شخصیت کیست؟ سوباسا نه بابا چیست؟ تارو تارو میزکی تار فامیلیش هم گفت تارو میزکی پول این مرد رو بدید آقا من خیلی سخت خودم دستی از آفا برید پول این مرد رو بدید از یوتیوب بزیله 500 هم من میدم خیلی یانیه دیگه جاپونیه 10 سال ما چیزی هم بزیله شما نگرفت فامیلیه داره همکن 20 رو گره خب حالا یه سال بانس هم داری چرا تارو میزکی همش باید از ژاپن میرفت به خاطر که پدرش نقاش بود فوتبالیستا یه دیده به خاطر شغل پدرش بود راست میگه نقاش شد من کجا ولدی سفر میکرد
بعد تو دبی بودی سوباسا و تارو کنکورک بازی میکردن. چیکار میگن؟ سوباسا و تارو کنکورک بازی میکردن. بشیر اینا بعد اینا دیگه دیوانیتایز. خب میریم برای سو بچه من یعنی که کشمیشا تو این بورد بیا کشمیشا بورد. خب سوال آخر بچه ها، آدامز خرسی یکی از بزرگترین سمبول های فرهنگ ایرانی در کدام کشور تولید میشه؟ ژاپن. What the fuck؟ آجی بگه بره برنده $1000 کشمیش هم دیگه شمرده فکر کنم کشمیش هم بشماریش کشمیش هم فکر کنم لجیته کشمیش هم خیلی بیشتر از بقیه هست اصلا یک دو سه چار پنج شیش هم هشتا کشمیش داره من کشمیش هم میخورم بزی تو که سه تا کشمیش داری یک دو سه چار پنج شیش هفت نه مساویه نه بردن این هم ندار چگالیه کشمیش هم فرده باید بشکنی یک دو سه چار پنج بیام پر چیز ترین ایرانی بودن؟ آره چجوری اینقدر ایرانی؟ یه نمیدونم دیگه گفت به خاطر شغل پدر تارو میزاکی بوده که سفر میکردن اما این اسم پسرم های تارو هم میگفت الان به قرآن آقا دمتون گرم. آقا من معذرت میخوام به ازاد جان، من فنای تو هم معذرت میخوام. ولی این 500 تومن رو بدین دوزیش تنها کاری که نتونستی بکنی پرتاب بامیه بود. ولی من $200 ازش میگیرم چون از قبل باشته کردم که سوالا رو جواب نمیدم که تو جواب بدی. بچا از طرف حسابی خسته بزیله امیرحسین و مو عزیز از همتون خدافظی میکنیم. مرسی از نیلو و آریان. آقا استقلالی بمونه دستم سم میره مولا نباشه جز باقون هست کی به گل و حواسش به گل و حواسش